با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما عزیزان خواهم بود. در این برنامه چون برنامه های پیشین تفسیر خبر مهمترین خبرها و رویدادهای ایران را بررسی میکنیم و نیز آنچه را که به ایران و مردم ایران مربوط می شود در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی را به یک مناظره دعوت کرد. همزمان با سرآمدن صد روز نخست دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، نقض حقوق بشر در ایران رو به گسترش نهاده است. آن سوتر در عرصه اقتصادی گزارش ها و اخبار تازه‌ای در زمینه فساد مالی در جمهوری اسلامی منتشر شده و همزمان در عرصه منطقه‌ای گفته می شود که عربستان شرط عادی سازی روابط خود را، تنش‌زدایی در روابط ریاض و تهران را، عدم حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد اعلام کرده است. با من و شما هستند در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار، و در نیمه نخست برنامه همراه من و شما خواهند بود آقای پرویز دستمالچی، کارشناس امور سیاسی. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای ناصر محمدی عزیز. درود بر شما جناب چالنگی و استاد گرامی جناب دستمالچی و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون که در ایران این برنامه رو تعقیب میکنه. آقای محمدی عزیز، از اینجا آغاز کنیم که آقای احمدی نژاد حسن روحانی رو گفته میشه به یک مناظره دعوت کرد، در حالی است که این دعوت در حالیه که تمام تلاش ها به نظر میرسه که وضعیت موجود رو، وضعیت نابسامان موجود رو، بویژه از نظر اقتصادی، به گردن دولت پیشین بیندازن، در حالی که دولت پیشین هم مورد حمایت 100% و کامل رهبری جمهوری اسلامی ولی فقیه آیت الله علی خامنه ای. تفسیر شما رو میشتیم در جمهوری اسلامی در عرصه حاکمان چه میگذن؟ واقعیت هم همین دستش که شما اشاره فرمودید و اون این دستش که آقای خامنه‌ای به هر حال در تمام مدت از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، حمایت بی‌دریغ. در این دو سال آخر خب به واسطه مسئله آقای مصلحی میدونیم که اختلافاتی پیش آمد و آقای خامنه‌ای هم به هر حال رنجش هایی که پیدا کرد، اختلافاتی که پیش آمد، باعث نشد که آقای خامنه ای اگر واقعا این جرأت رو داشت میتوانست اصلا رئیس جمهور رو عزلش بکنه، عزل نکرد. ولی حالا که دوره آقای احمدی نژاد تمام شده است، مثل اینکه همه حملات شروع شده علیه آقای احمدی نژاد، در حالی که با همون طور که شما هم فرمودید آقای احمدی نژاد به تنهایی این کارا رو نکرده، به ویژه حمایت بی‌دریغ رهبر رو داشته. اما دو تا مسئله هست اینجا. آقای روحانی خب در سخنانی که اخیراً داشتند بسیار ایراد گرفتند از عملکرد دولت قبلی، در حالی که خود ایشون هم به هر حال در مجمع تشخیص مصلحت یکی از مسئولین بودن. و بعد آقای رفسنجانی میگوید تازه آقای روحانی نجابت کرده است، همه چیزها رو نگفته. این یه مسئله است در مورد آقای احمدی نژاد. و مسئله دیگر، مسئله این استش که ایشون رو به دادگاه احضار کردن، نرفت. حالا
سخنگوی قوه قضاییه میگوید دوباره واسش احضاریه خواهیم فرستاد و حتی حکم بازداشت. به هر حال آقای احمدی نژاد میتواند از خودش به نظر من دفاع بکنه جناب چالنگی. درست است که ایرادهای بسیار زیادی به او وارد است، به دولتش وارد است، به برنامه‌های اقتصادیش به ویژه وارد است، اما تمام این تذکرات رو داده بودن قبلا، چه برخی از نمایندگان مجلس چه بسیاری از اقتصاددانان، ولی توجهی بهش نشد. الان که آقای لاریجانی رئیس مجلس میگوید عمل کرده هدفمندی یارانه ها بسیار خراب بوده است، خب اون موقع از کسانی بود که ازش حمایت میکرد. به هر حال من فکر کنم این دعوا با آقای احمدی نژاد جناب شارنگی شروع شده و ادامه هم خواهد داشت، ولی فکر نمی کنم که آقای احمدی نژاد پاسخی نداشته باشه به اینها بده و میتواند به نظر من از خودش دفاع بکنه. خب بله، آقای احمدی نژاد حتی ادعای مدیریت جهانی رو هم داشت، ادعای که مورد حمایت رهبری جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی نیز بود، وگرنه در این زمینه حداقل سکوت نمی کردن. بنابراین کسی که چون این ادعای داره طبعا آقای احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد حتما میتونه در برابر روحانی حرفی برای گفتن داشته باشه، تردیدی نیست. این خبر رو خبرگزاری فارس منتشر کرده، منبع دیگه تا این لحظه من ندیدم. صحت و سقمش مربوط میشه به این خبرگزاری نیمی دولتی یا کاملا دولتی یا هرچه که هست. به اتفاق شما عزیزان خوش آمد میگیم به آقای پرویز دستمالچی. پس از یک غیبت طولانی که آقای دستمالچی داشت و دسترسی به ایشون هم مشکل. سلام به شما آقای دستمالچی عزیز. پرویز دستمالچی. آقای چالنگی با درود به شما، میهمان گرامی آقای محمدی و همچنین بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون ایران فردا. آقای دستمالچی عزیز، یک نظر وجود داره که در عرصه هر حکومتی، زمانی که حکومت کنندگان، حاکمان، چه قبلی ها چه در حال حاضر، مسئولیت ندارن، یعنی ممکنه امروز وزیر باشه فردا رای زندان بشه، وکیل باشه رای زندان بشه یا ترور بشه، اتفاقی که داره در جمهوری اسلامی میفته. این نظریه این رو میگه، از طرف خیلی ها مطرح شده در عرصه سیاسی، نظریه پردازان سیاسی، که حکومت اساسا داره کم کم مسئولیت خودشو در برابر مردم از دست میده. اون تا چه اندازه با توجه به اون چی که در جمهوری اسلامی میگذره تا چه اندازه درسته و این عرصه رو شما چطور میبینید؟ ببینید، من فکر میکنم این احساس مردم و یا اگر کسانی به این نتیجه گیری منطقه رسیدن درسته. 34 سال جمهوری اسلامی با وجود این که مردم واقعا آنچه را که در توان خودشون داشتن از نظر مادی و معنوی در اختیار این حکومت قرار دادن، حکومت جامعه رو به یک بن‌بست کشانده در زمینه‌های مختلف. کافیه که ما صحبت‌هایی رو که اینجا و اونجا می‌شود اینا رو اگه کنار هم دیگه بذاریم، ببینید یه آقای روحانی میگه به من گزارش کردن که چند تا از شهرهای کشور فقط برای 3 روز گندم و غله دارن. اون یکی میاد میگه که شرکت گاز ملی ایران عملا ورشکسته است. اون یکی میاد میگه که از مجموعه شهرهای ایران 70% پول نداره و ورشکسته است. اون یکی میاد میگه که از 18 شرکت هواپیمایی ملی، هواپیمایی ایران 16 تاش ورشکسته است. اون یکی میاد میگه که ما در صندوق دولت 1000 میلیارد کمبود داریم و اینا رو، اینایی که بیان میشه فکر میکنم فقط شاید بین 10 تا 20% از واقعیت هایی است که در مجموعه جامعه ایران میگذره و ایران با سیاست هایی که اینا کردن و همواره کردن و همواره جامعه رو به بن‌بست و شکست کشوندن در یک وضعیت بحرانی بسیار بدی است
و علت اصلی این که حاضر شدن به توافقی تن بدهند که در اونجا در واقع بیان و امتیازات بسیاری به جامعه جهانی بدهند همین است. و اینکه در کشورهای عین جمهوری اسلامی که نظام‌های استبدادی توتالیتر تامگرا هستند هیچ کس امنیت داره، همچنین نه خود نه حکومت شوندگان امنیت دارند و نه حکومت کنندگان. خب آقای محمدی، ببینید در اروپا در کشورهایی که از دموکراسی به هر حال برخوردار هستند یا صاحب دموکراسی هستند، یکی از وقتی میاد سر کار با کفایت خودش رو ثابت میکنه ممکنه در دور بعدی بهش رأی داده بشه، ولی حزبی اگر بعد سر کار اومد و کفایتی از خودش نشون نداد در حل مسائل مملکت، خب احتمال باختش در انتخابات بعدی بسیار زیاده. پیش اومده که حتی رهبران حزب تا قبل از رسیدن به دور جدید انتخابات از کار برکنار شدن یا خودشون استفاده دادن یا حتی رئیس دولت وابسته به اون حزب، بسیار موارد بوده. خب در ایران بیش از 34 سال هست انقلاب شده، این روزها هم سالگرد انقلاب هست به هر حال در چنین روزهایی. 34 سال نشون داده شده بعد از 34 سال که وضعیت مملکت اینه، من توضیح نمیدم، خود مردم بهتر میدونن. آیا وقت اون نرسیده که روحانیت که از 22 بهمن 23 بهمن تفنگ در دست گرفت بر پشتبان مدرسه علوی و تیرباران کرد افسران ارتش ایران رو و پس از اون وقتی به زیر اومد دیدیم تا این 34 سال چه کرد، وقتی اون نرسیدی که به این ندا به این حرف بسیاری از روحانیون از جمله آقای کاظمی بروجردی و بقیه گوش بدن که دین از حکومت باید جدا بشه، بیان بگن آقا 34 سال ما تجربه کردیم نشد وقتی اون نرسیده مثل احزاب در کشورهای اروپایی برای امتحان پس دادن 34 سال کافی نیست. وضعیتی که گوشایش شما و آقای دستمچه شما و خود دولت داره اشاره میکنه که دشی در خزانه است، خزینه است، هجی هست نزده. بله عرض به خدمت شما، همون جوری که خود شما و جناب دستمچه اشاره کردین، اینا برمیگرده به ساختار حکومت جناب چالنگی. مسئله این استش که خب در کشورهایی که شما الان اشاره کردید، کشورهای اروپایی، کشورهای آزاد، تمام مسائل، تمام کارها و اقدامات بر اساس آزادی است و بر اساس رأی مردم و بر اساس اقداماتی هم که دولت انجام میده بر اساس منافع ملی مردم است، منافع اون کشور هست. خب حالا در جمهوری اسلامی چنین چیزی اصلا وجود نداره. یک رهبری رو گذاشتن اونجا، حالا میرسم به اون که آیا وقت شده است که روحانیون بروند کنار یا نه، یک رهبری رو گذاشتن اونجا که هر کس دیگری به هر شکلی بخواهد چهره بشود، به هر شکلی بخواهد معروفیتی پیدا کنه، شهرتی پیدا کنه، مورد قبول مردم قرار بگیره، اون باید در سایه قرار بگیره، اصلا از بین بره. شما نگاه کنین بعد از آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بودن، آقای رفسنجانی رو شروع کردن بالا پرش قیچی کردن تا این اواخر که اصلا دیگه بهش علناً اهانت میکردن. آقای خاتمی که اصلا شده جزء یکی از ضد انقلابا، حالا شروع کردن آقای احمدی نژاد، یکی از اتهاماتی که به احمدی نژاد وارد میکنن این هستش که قوانین مجلس رو اجرا نکرده. خب آقا اگه اولیش رو اجرا نکرده بود چرا جلوشو نگرفتید؟ اون موقع رهبر حمایت میکرد. بعد شکایت فاضل لاریجانیه که آورده فیلمش آقای احمدی نژاد در مجلس نشون داده که معلوم نیست این دیگه چجور شکایتیه. خب فیلم آورده علنا نشون داده. اما کلن جناب چالنگی قرار نیست و قرار نبوده است که اصلا یک بخشی از جامعه به اسم روحانیت بیاد حکومت رو به دستش بگیره که حالا بخواهد جا به جا بشود یا نشود. اگر حالا یه آدمی هم روحانی هست، کجا قرار نبود آقای محمدی؟ میشه بفرمایید؟ ببینید این قراری که نبود بین کیا بود؟ عرض بکنم وقتی که انقلاب شد اصلا برای چی انقلاب کردن؟
حالا غلط یا درست، اون موقع جامعه جهانی گویا که هیچ مشکلی جز حقوق بشر ایران اصلا نداشت، تنها درد جامعه جهانی این بود. به هر حال بحثی که میکردن این استش که چرا یک نفر حکومت میکنه، باید انتخابی باشه، پادشاه حکومت نکند، دولت باشد، دولت هم انتخابی باشد. خب همه این قرار بر این بود اونهایی که رفتن دنبال انقلاب، و خود آقای خمینی هم گفت نخیر ما اصلا در حکومت دخالت نمی کنیم. این حرفاش هنوز هست، هنوز هم نوشته شده هست که روحانیت در حکومت دخالت نمی کنه. ولی حالا الان دخالت کردند، الان مسئله این استش که اگر بخواهند بر اساس اصول دموکراسی کشور رو اداره بکنند، باید روحانیت بره کنار، یا نه اون روحانیونی که مورد تایید مردم هستن رأی میارن بیان مثلا نماینده مجلس بشن یا هر کار دیگری. اما کلن اگر بخواهد چنین اتفاقی بیفتد که مانند کشورهای اروپایی بر اساس رأی مردم باشه، دیگر اون حق انحصاری که روحانیون دست خودشون گرفتن آقای ملا، بله رأی مردم، شما میگین خیلی مختصر بفهمید ممنون میشم. بله جمهوری اسلامی ممکنه بگه آقا رأی مردم اومدن جمهوری اسلامی آره یا نه، یک بله. کلام نه یک کلام بیشتر نه یک کلام کمتر. بله یک بار خدمت مسئولیت رأی دادن، اینو اگه گفت چی؟ بسیار خوب. ببینید اشخاصی مثل آقای علی اصغر جوادی، بله سردبیر پیشین کیهان، بله قبل از این، ایشون در کتابشون همسرشون هم نوشتن، خودشون اشاره کردن که روزی که اومدن گفتن جمهوری اسلامی یک کلمه نه بیشتر نه کمتر اینها، ما هم رفتیم رأی دادیم با اینکه مخالف بودیم با اینکه جمهوری اسلامی چی، ولی برای اینکه حمایت بکنیم رفتیم رأی دادیم. بله درسته. حالا مسئله این است نویسنده معترض به زمان شاه بود، خواستار دموکراسی بود، به این شکل حتی رفته رأی داده. حالا روحانیت هایی گفت آقا خودتون رای دادیم ما هم اومدیم این بالا نشستیم. بله ببینید حالا مسئله این هستش که خب ما میدونیم که در اون هیاهو و التهابی که در فضای اون موقع وجود داشت، فقط مسئله‌ای که وجود داشت مخالفت با رژیم حاکم بود. اینکه چه بیاد بر سر کار اصلا کسی فکر نکرده بود، یک، و دوم اینکه هنوزم که هنوزه بر سر جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر بحث دارن، خودشون بحث دارن. اساسا جمهوری با حکومت اسلامی همخوانی نداره، جمهوری حکومت مردم بر مردم، اون یکی حکومت خدا بر مردمه. و تازه اگر هم حکومت خدا بر مردم باشه، چرا روحانیون باید یه طبقه خاصی باشن؟ مگه دیگران نمیتوانند مثلا قوانین شرع رو بفهمن، موازین رو بفهمن؟ اونا هم میتونن حق داشته باشن. ضمن این که اصلا دین باید از حکومت جدا باشه. ببخشید طولانی شد. اینی که میفهمین این، امیدوارم در بحث‌های راجع به انقلاب راجع به این موضوع صحبت کنیم، چون سه شعاری که در انقلاب سرداده شد توسط روحانیت مطرح شده بود و گروه‌های چپ و سازمان‌های چپ، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینو در برنامه دیروز هم اشاره کردم که استقلال، ما مستعمره، ایران مستعمره کشوری نبود، روابطی که داشت با آمریکا و جهان آزاد روابطی بود که امروز معلومه بر اساس بیشتر منافع ملی بود. شعار استقلال مال کشورهای مال دهی 60-50 بود، 1950-60 در کشورهای آفریقایی علیه استعمار. آزادی مفهوم بیان روشنی برای حتی امثال آقای حاجی جوادی، آقای اشخاص محترمی مثل ایشون و بقیه، مفهوم روشنی از آزادی نبود، توضیح داده نشده بود برای مردم. جمهوری اسلامی امری برای عموم، دست کم برای کسانی که پیشتاز و پیشرو بودن در جلو صفهای جلو ایستاده بودن در راه پیمایی ها، امر روشنی نبود. با این حال به جمهوری اسلامی نه تنها رأی داده شد، بلکه پیش از اون این شعارها توسط شرکت کنندگان در انقلاب سر داده شد. این بحث رو امیدوارم روزی بشکافیم در ایامی که میرسیم به بهمن 50 و سالگرد بهمن 57. آقای دستمالچی در نیم ساعت اول مهمان ما هستن، ولی ما میزبانانی هستیم که مجال به مهمان نمیدیم. بله همونطور که اشاره کردم، یکی از تخصصات آقای دستمالچی قانون اساسی است، نه تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمینه چگونگی تدوین قانون اساسی، سیر قانون اساسی در طول تاریخ دموکراسی ها و همه جای دنیا مطالعات گسترده‌ای داره.
در همین زمینه پرسش من این هستش، قانون اساسی جمهوری اسلامی آیا برای یه همچین مواردی که کشور به بنبست اقتصادی رسیده، به بنبست‌های دیگه ای رسیده و چیزی که مردم شاهد هستن پیشبینی کرده، تکلیفی برای ولی فقیه رهبری روشن کرده؟ ببینید، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه امامت تدوین شده و یه عده، یعنی فقها و مجتهدان بر این نظر هستند که در زمان غیبت امام پنهان حق حاکمیت، حق حکومت بر مردمان، بر امت اسلامی از آن آنان است، بعد از محمد و بعد از امامان، یعنی در مقام حکومت خودشون رو مقایسه میکنن با پیامبر اسلام محمد. در رابطه با پرسشی رو که شما مطرح کردید که آیا در چنین شرایطی قانون اساسی راه حلی رو پیشنهاد میکنه، راه حلی که پیشنهاد شده این استش که همه چیز رو که در اختیار در واقع رهبری هست اینها منتقل میکنن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعضای ثابت و متغیرش هر دو باز هم منتخبان رهبر مذهبی نظام هستند. یعنی در جمهوری اسلامی ایران از هر کجا که شما بگذری، از قوه قضایی بگذری، از قوه قانونگذاری بگذری و غیره، میرسی دو مرتبه به رهبر مذهبی نظام که اون تعیین میکنه از طریق نهادهایی که داره راه حل چیست. به هر حال من فکر میکنم که اگر ما میخواهیم به دموکراسی برسیم، اگر میخواهیم به حقوق بشر برسیم، با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نخواهیم رسید. اینکه یک زمانی 34 سال پیش که هر دلیلی به اون رأی داده شده، نه به این معناست که ملت امروز هنوز بر اون نظر است، و نه بر این مبناست که به این معناستش که چون ملت رأی داده است احتمالاً ساختار درستی بوده است. اگر چنین می بود، نظام فاشیسم در ایتالیا و یا نازیسم در آلمان و یا استالینیسم در روسیه هم، اینها هم همواره تاریخاً حقانیت پیدا می کردن به دلیل اینکه برآمده از رأی مردمشون بودن و هیچ وقت هم شکست نمی خوردن و هیچ وقت هم نظام های دیگری جانشین اونها نمی شد. در نتیجه این استدلال که گویا 34 سال پیش رأی داده شده و این دلیل اینها تا ابد حقانیت دارن، حرفیست غلط و نادرست، منطقا غلطه و تاریخا و از نظر سیاسی هم غلطه. من با اجازه شما قرار دارید و باید ترک کنید برنامه را، اما کوتاه اگه بفرمایید، نگاه میبخشید مردم آلمان، افکار عمومی آلمان، دولت آلمان به تعهد حکومت ایران در مذاکرات ژنو، مذاکرات اتمی ایران چگونه است؟ آیا اعتماد کامل دارن؟ چه میزان اعتماد دارن به اون چیزی که جمهوری اسلامی تعهد کرده در ژنو؟ ببینید، من فکر میکنم که مردم که اعتماد زیادی ندارن، دولت آلمان هم اعتماد زیادی نداره، فرصت دادن به جمهوری اسلامی ببینن که آیا به تعهداتش عمل خواهد کرد یا نه، و در اون صورت تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. سپاسگزار هستم آقای پرویز دستمالچی عزیز، امیدواریم در برنامه‌های آینده با من و شما باشن در فرصتی بیشتر و فرصتی دیگر. با سپاس بسیار. با کمال میل. خیلی ببخشید که من مجبور شدم زود برم. تمنا میکنم، قابل درک هست. در آخرین لحظه دعوت ما رو پذیرفتم با وقت کمی که داشتم. پرویز عزیز، با سپاس. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. وضعیت حقوق بشر در ایران. یک وبلاگ نویس به خاطر نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به زندان محکوم شده است. و خبرهای دیگر در همین زمینه، در ارتباط با نقض گسترده حقوق بشر در ولایت فقیه و آنچه که در عرصه منطقه در ارتباط با ایران می‌گذرد. تا لحظاتی دیگر.
آقای ناصر محمدی خواهیم بود در دقایق پیش رو و همراه شما عزیزان در هر کجای ایران که هست. آقای محمدی، ببینید، از زبون روحانیون ملای شیعه طی دهه ها صده ها شنیده شده و نسل های گذشته و نسل های اکنون نیست که حتی با همه مخالفتی که با خلفا داد، با عمر ابن خطاب داره، با ابوبکر داره، تفرقه افکنی که متاسفانه ریشه داره هست در این فرهنگ، اما در صفات عمر گفتن که آزادمنشی یا تحمل انتقاد، وقتی در مسجد بر منبر بود و میگفت من به راه راست خواهم رفت، یکی از پامنبری ها، یکی از کسانی که پای منبر بود، بلند شده و شمشیرش رو راست کرده، گفته اگر با به راه کج بری با این شمشیر راستت خواهی کرد، به راه راست خواهی مواد تو. درست؟ این روایت درست نادرست واردش نمیشیم، اما ابزار تبلیغ روحانیت بوده و جلب اعتماد بوده برای دستگاه روحانیت شیعه. اما کسانی که چون این تبلیغ میکردن، میبینیم آقای احمد رضا احمدپور وبلاگ نویس از اعضای جبهه مشارکت هم بوده، در سال 90 هم به 3 سال زندان محکوم شده، نامه به آیت الله خامنه‌ای نوشته، 100 روز محکومش کردن بزن، مثل امید رضا میرسیافی عزیز که یک نامه نوشته به آیت الله خامنه‌ای که آقا بچه های فلسطین فقط بچه های شما نیست، ما هم هستیم، فکرم به حال ما بکنیم، که سرانجام در زندان کشته شد امید رضا میرسیافی. این رو چطوری حکومتی که نظامی که معتقد است نظام الهی، نخستین نظام الهی بر زمین هست، مایه نگرانیش کجاست که اگر یک وبلاگ نویس نامه‌ای به رهبرش اون حکومت نوشت، احساس نگرانی میکنه و ایشون رو باید 100 روز بیشتر در زندان نگه داشت؟ این نگرانی ریشش کجاست؟ اجازه بدید به اشاره بکنم به مطلبی که آقای دستمالچی به درستی اشاره کردن. جناب شلنگی، در پاسخ به همین موضوع، بله حضورتون عرض کنم، بله، اینها میگویند فقها و مجتهدین در زبان غیبت امام زمان حکومت باید دستشون باشه، و الان هم که امام زمان نیست ولی یه فقیه باش. میدونید که قرنها اینها همین آخوندها قدرت رو در دستشون داشتن، به صورت این که با حکومت اصلا شریک بودن همواره، یا بعضی مواقع اصلا خودشون قدرت منطقه‌ای رو در اختیار داشتن، کسی هم جلودارشون نبود، به جز همین 57 سال اخیر که باز دوباره قدرت رو گرفتن. خب بحث قدرت هست، اصلا بحث این نیست که موازین مذهبی اجرا بشه. اما اشاره میکنید به خلفای راشدین از جمله عمر. ببینید نقشی که واقعا داشتن اون افراد، اولا که امام نبودن، انتخابی بودن، جالب است، خب ما میدونیم ابوبکر رو رفتن انتخاب کردن، رأی دادن، بیعت کردن، ضمن این که این مال 1400 سال پیش است و به هر حال عمر هم آدمی بود در این حالی که با دشمنان به سختی می جنگید، ولی در داخل به هر حال حق حقوق مردم رو رعایت می کرد، آنچه که خود آخوندها بر سر منبر سالها برای ما گفتن. اما اینا مثل اونا هم عمل نمی کنند، یک مسئله خاص جدیدی را آوردن، اصلا به خلفای راشدین کاری ندارن، نمیگن ما مثل اونا عمل می کنیم. یا مثلا از قول مولا امیرالمومنین بسیار حرف ها می زنن، بسیار حدیث ها روایت می کنن که اون رو هم اجرا نمی کنن. بنابراین باید گفت در این حالی که حکومت رو در دست دارن، به دروغ هم متوسل می شن، به نیرنگ و فریب هم متوسل می شن که شدن. خب ما داریم می بینیم، تعارف نداره که. شما مثلا الان اشاره فرمودید به این جوانی که برمیداره یک نامه می نویسه به آقای خامنه‌ای، 3 سال زندان. مگه ستار بهشتی رو نکشتن به خاطر اینکه یک توی وبلاگش یه چیزی نوشته؟ آقا چه چیزی نوشته؟ این اگر این جز ترس و وحشت از آگاهی مردم باشه، چه چیز دیگری هست؟
الان بحثشون بالا گرفته بر سر فیسبوک و بر سر توییتر که آقا باشد نباشد، شرعی هست شرعی نیست. آخه توییتر به شرعی چه کار داره؟ یک وسیله ارتباطی است، یک وسیله‌ای که امروز جامعه جهانی داره ازش استفاده میکنه و جوانهای ایران هم این حق رو دارند. اما خب برای اینکه کسی حکومت بکند و خودش هم نالایق باشد، خب باید با قدرت و زور و بگیر و بزر و بکش عمل بکنه، که 34 سال عمل کردن. آقا شلنگی شوخی نیست وقتی که آقای روحانی میاد گزارش 100 روزش رو میده، هیچ کس نمیپرسه و تازه طلبکارم هست، هیچ کس نمیپرسه که آقا چرا باید بالای 150 نفر اعدام شده باشن؟ میگید قاچاق، میگید نمیدونم اراذل باشن، چرا باید قاچاق باشه اصلا؟ چرا باید وضعیت اینجوری باشه که در عرض 3 ماه؟ چرا نمیپرسن؟ شاید موافق باشن. با چی موافق باشن؟ علت این که نمیپرسن مردم، آیا نگرانی، ترس، ببینید آیا تایید، آیا این هستش که پاسخ دهنده ای رو در برابر خودشون نمیبینن، چی هست؟ نه خیلی ساده و راحت. ببینید میدونید آخوند کارش اینه، من معذرت میخوام اینجوری حرف میزنم، از بنده یا از روحانیت؟ از اون روحانیتی که واقعا دیگه من فکر میکنم نسلش هم از بین رفته. تک و توک روحانیونی که هستن مانند آقای بروجردی که الان در زندان از سالهاست به خاطر اینکه میگن دین باید از حکومت جدا باشه. ولی کارشون جز فریبکاری چی بوده؟ الان نگاه میکنی میبینی که بالای منبر همیشه این حرفایی که واسه ماها زده بودن و بخش بزرگی از جامعه اون موقع دنبالشون رفتن به واسطه همین احادیث و حرفا و غیره، الان هم باز به نوعی ریاکاری رو دارن و میگوین بله آقا اینا قاچاقچی هستن، ببینید معتاد چقدر زیاده. آقا چرا جلوشو نمیگیرید؟ خب درست، اصلا فرض کنیم واقعا قاچاقچی هم، بگذاریم که خیلی از موارد اساسا اعدام میکنن که اصلا به قاچاقچی مربوط نیست، اما کسی سوال نمیکنه از آقای روحانی. و تازه آقای روحانی درست جلو چشممون همین الان یه توافقنامه ای رو در ژنو امضا کردن، آقای جانکری یه چیزی میگوید، آقای اوباما یه چیز دیگه میگوید، کشورهای اروپایی یه چیز دیگه میگن، آژانس یه چیز دیگه میگه، جمهوری اسلامی همشون یه داستان دیگه است. ببینید آقای محمدی چند مثلا خب، شما اشاره میکنید که روحانیت این رو میگه ولی عمل چیز دیگه است. خب فریبکاری یعنی همین. من میدونید حافظ هست که میگه واژان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. خب ببینید مسئله این استش که همین فریبکاری رو الان در مورد همین توافقنامه که شکست قطعی جمهوری اسلامی است. خب به هر حال حالا میگیم 20 سال رفته دنبال مسائل اتمی و فلان نرسیده بهش، تعارف هم نداره، ولی این شکست رو حالا آوردی به عنوان پیروزی هم میخواید جا بزنی و به مردم معرفی کنی. خب آقای خب دروغ هم اندازه داره. در روحانیت آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، بقیه شما میگین کارشون فریبکاریست. حافظ هم سالها پیش چنین اشاره ای رو داره و بسیاری دیگه، بسیاری دیگه. عبید زاکانی نمونه بارزش هست، همه اینا هست، اما اون داره کارش انجام میده به گفته شما، کاریش که خوب کرده سالیان سال، درست؟ بله. مشکل من میخوام ببینم کجا مشکل، آیا این ور نیست در این حوزه؟ همین ایام انقلاب هست، انقلابی انجام شده به جمهوری اسلامی آره یا نه، رأی داده شده، مثل آقای سید جوادی نمونه شو من اشاره کردم. بله. من مطمئن هستم که کمونیستی که در سال 1357 جزو انقلابیون بود، رهبر حتی چریک فدای خلق بود و بقیه و حزب توده، بله، به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی اعتقاد نداشون تئوریکمان، یعنی به از نظر نظری هم با اسلام و با دین اشکال داشت، درست؟ و نفرایید. حرف من این هستش که این مره قضیه 34 سال از همین انقلاب گذشته که در این 34 سال بارها بارها شنیده که آقا اشتباه کردیم، من تو همون کمونیست ممکنه اومده باشه گفته اشتباه کردیم انقلاب کردیم، درست؟ بله. اما میبینین همین الان بعد از 34 سال باز امید میبنده به
یک روحانی به اسم حسن روحانی. ببینید همه اینه. یعنی بله. اگر مشکل هست، این مشکل ریشش کجاست؟ فقط در این که چون روحانیت فریبکاره یا نه این ورم خودفریبی هست یا هر چه که هست، من نمیدونم، اعتماد هست، هر چه اسم برش بگذارید، یا به قول عزیز نسیم انشالله گربه است یا هر چی. ببینید اون موقع خودست. ببینید اون موقع برنامه که اجرا شد این بود که سالها تبلیغات میکردن، هممون میدونیم، که یک نقطه مشترک درست کنند برای مخالفت نظام پادشاهی، و همه یه جوری لبیرنت رو جوری درستش بکنن، این مسیر رو جوری درستش بکنن که بیاد برسه به این که هر کس اصلا مخالف نباشه، جز به روشن فکران نیست، جز به اصلا آدم های معمولی هم نیست. اون موقع یادتون خب بل. الان بسیاری هستن که اولا توقعاتشون رو پایین آوردن. عرض کردم 34 سال پیش وضعیت حقوق بشر در ایران نمیگیم تکمیل بود، ولی آیا واقعا انقدر بد بود نسبت به منطقه، حتی نسبت به برخی کشورهای غربی، که تمام دنیا بلندشن دردشون و مرضشون و مشکلشون حقوق بشر ایران باشه؟ حالا بسیار خوب، حالا یه عده زیادی آمدن رفتن حمایت کردن رأی دادن الان هم پشیمانن، ولی میبینن اگر اون موقع کاری انجام شد به واسطه این بود که نظام گذشته آدم نمیکشت، و الا اگر صفر میگرفت همین بود. الان شما ببینید خود اصلاح طلبان دائم در هر مرحله ای میگوین ما سطح مطالباتمون رو میاریم پایین، کف مطالباتمون رو میاریم پایین پایین پایین، تا دیدیم که در 88 همه رو قلقم کردن. هنوز هم باز دوباره میاد میگن ما از 88 که گذشتیم اب نداره، ولی حالا بیان یه مقداری به ما حقوق بشر بدین. خب از طرف دیگه خود نظام جمهوری اسلامی هم از جمله در مورد اپوزیسیون کاری میکنه که اینا نتوانند با یکدیگر متحد بشوند، و به هر حال بسیاری هم هستن که میبینن با این به قول معروف در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره ای به یک همچین حالتی افتادن، و میبینن خب همین الان شما فرمودین یه نفر یه دونه وبلاگ نمیشه 3 ماه زندان، خب چیکار باید بکنه؟ نه ببینید، ببینید آقای محمدی، بله در ایران من میفهمم، من اصلا بحث من این نیستش که بگم کار درستی یا نیست، بله حرف من این هستش مسئله درست شکافته بشه ریشه مشکل تا اونجایی که میشه پیدا کرد. تمام گناه یا تقصیر یا هر چه که از تو یک طرف ستایش بیدریق، از طرف دیگه ملت ایران، مردم ایران، همین دور میکنه آدم رو از واقع بینی. واقعیت این هستش که اون که در ایران هست میدونیم، آقای احمدپور بسیار دیگه الان در زندان هستن، تردیدی نیست، همه اینا قابل فهم هست. ولی شما میبینید در همین خارج، در همون لندنی که شما هستید، در پاریس، در همین واشنگتن، در آزادی کامل باز تبلیغ میشه، حمایت میکنه و و و و و کشک سابقه و سبقه مارکسیستی داره. بگذاریم از این که آقای فرد هالیدی که به ایران اومده بود، من با ایشون بودم چند جای، از این دوستان مارکسیست رو هم دیدیم که ایشون میگو بله ته ذهن هر کمونیست ایرانی یک روحانی، یک آخوند شیعه نشسته، و شما خطاب به این دوستان در جایی میگفت که شما مارکسیسم رو هم تبدیل به دین کردید. این بحث دیگه است، ولش کن. آقای فرد هالیدی نویسنده معروف، سوسیالیست معروف و صاحب کتاب‌های مختلفی است. به هر حال از این نکات بگذریم. موضوع این هستش که این کجاست؟ این امید به روحانیت که ناجی هست، میاد کاری انجام میده. حتی مارکسیستی که در جهان آزاد زندگی میکنه امکان رفتنش به ایران هم نیست، اگه بره گرفته میشه، ولی برمی‌داره مقاله می‌نویسه در حمایت از دستگاه روحانی. بله. و روحانیت به هر حال تهش راجب حمایت از روحانیت، هنوز امید هست که روحانیت کاری برای مردم بکنه. درست غلط بودن شما نمیدونم این امید، ولی چرا هست؟
خب بحث داخل ایرانش که فرمودی جداست، خب یه بحث دیگه است. اجازه بدید اشاره بکنم به این که اتفاقا آقای حسن دایی دوست عزیز و بزرگوارمون که تحقیقات زیادی انجام دادن در این زمینه ها، خیلی از ریشه ها رو در آوردن که خیلی از این حرکت ها از کجا آب میخوره. بسیاری از اینها دست در دست رژیم دارن، تعارف نداره. رژیم جمهوری اسلامی خاطرتون هست که تا اون موقعی که حکم دادگاه میکنوس در اومد بیرون، مسئله که اون موقع داشت در زمان آقای رفسنجانی، کشتار و قتل و ترور در خارج بود که بسیاری رو کشتن، بیش از 150 نفر رو در خارج از کشور به هلاکت رسوندن، کشتنشون. بعد از اون جامعه جهانی وقتی که برگشت، آقای خاتمی آمد بر سر کار، اصلا روش عوض شد، آمدن پول بریزن در خارج، فراوون چهره های بسیاری رو از داخل به خارج بفرستن تحت عنوانی که بله اینها شکنجه دیدن، زندان دیدن. حالا من نمیدونم این چه جور زندانیه در سلول انفرادی بوده که دائم با تلفن دستیش حرف میزده با رادیو و فلان، اینها رو فرستادن خارج. بسیاری از خارجی ها رو هم خیلی ساده و راحت و پوسکنده باید گفت میخرن، پول میدن. این از یه طرف. از طرف دیگر میان روزنامه درست میکنن، تلویزیون درست میکنن، رسانه درست میکنن، سایت درست میکنن، پول هاشم از این ور اون ور میگیرن، میلیارد دلار دارن خرج میکنن در این زمینه. خب یک سری ما که نمیتونیم بگیم آخر، همون جوری که شما اشاره کردید، کسی که از ذر کنه افکارش کمونیستی هست، مارکسیستی هست و اساساً اسلام رو قبول نداره، دین رو قبول نداره و 34 سالم این تجربه رو دیده، باور کردنی نیست که بخواهد مثلا امید به آقای روحانی ببنده. حالا اونی که در داخل داستانش فرق میکنه، تازه اون 18 میلیون هم روی هزار علت دیگه داره، ولی به این دلایل هستش که بسیاری از اینها جناب شالنگی دست در دست رژیم دارن و مأموریت اساسی که دارن این هستش که ببینید اگر این رژیم بخواهد عوض بشود، جز این که داخل و خارج با هم همکاری بکنن، متحد بشن، واحد بشن، امکان پذیر نیست. یکی از مأموریت ها اینه که هر اتحادی را از بین ببرن. میبینید من نمیخوام اسم ببرم، بسیاری از این کنفرانس ها که دیدین تشکیل شد، بسیاری پول ها که خرج شد، کسی نپرسید از کجا اومده، نشستن به اون عناوین مختلف و آخرش گفتن بریم باید با جمهوری اسلامی گفتگو بکنیم و صحبت بکنیم. خب این حرکت ها را آدم میبینه، عرض کردم، و تحقیق بیشتری هم اگه آدم بخواد بکنه میبینه که چقدر اوضاع ما این وقت خراب هستش. خب آقای محمدی، هدف ما از این برنامه و شما هم این هستش که شکافته بشه نور روشنی بر نور، همیشه روشن از نور پرفروغی بر صحنه تابیده بشه، اون چه که واقعیت هست دیده بشه. از جمله این که این اطلاعاتی، گزارش های، خبرهای هست، جدای از اونها بر اساس عملکرد حکومت خیلی از ناظران بر این نظر هستن که در بدنه و حتی در بخشی از حاکمیت، حزب توده پیشین ایران همچنان نفوذ داره و نفوذ کرد، چون عملکرد حکومت جمهوری اسلامی عملا شباهت بسیار روشنی داره با اون چی که به عنوان برنامه های سیاسی حزب توده برای اداره ایران مطرح می شد از یک طرف، و به اون چی که در شوروی سابق می گذشت. حالا جست گریخته گزارش ها و اطلاعاتی هم هستش که چه کسانی سابقه توده ای دارن و الان چه سمت های نسبتا بالایی در جمهوری اسلامی. این نظر تا چه اندازه می تونه واقعیت داشته باشه؟ به نظر من کاملا درسته. حزب توده اولا نقش بسیار بسیار برجسته‌ای در قبل از انقلاب داشت، نه اینکه فکر کنیم در مقطع انقلاب، نه، 30 سال تبلیغات مداوم داشت و خب از روز اول انقلاب هم دیدیم که اون تشکیل کمیته ها و بساط و اینا چجوری رفتن و مشارکت کردن،
هنوز هم دارن همکاری میکنن. میبینیم الان روسیه، حالا شوروی سابق که همون روسیه است که باز هم خواستگاه همین کمونیستا و چپ های ما هست، الان تسلط داره بر ایران. اجازه بدید یه اشاره بکنم به سخنی که محمد رضا شاه گفت وقتی که داشت از ایران میرفت. گفت سه اتفاق میفته: وحشت بزرگ جانشین تمدن بزرگ میشه، چپ ها تمام این مذهبیون رو درو میکنن، از بینشون میبرن و بعد ایران ایرانستان میشه. واقعیت این استش که چپ ها همین الان در بسیاری از ارکان حکومت، نهادهای حکومت دست دارن، نقش دارن، آخوند چپی داریم و بسیاری از افراد هستن که مقامات بسیار بالایی هم دارن. من این حرف رو قبول دارم و تصور میکنم که نه در داخل، در خارج هم به همین نهج، به همین شکل دارن حکومت رو حمایت میکنن از طرف همون گروه های چپ. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما هستند. آقای ناصر محمدی عزیز، روزنامه‌نگار در لندن. تا لحظاتی دیگر. آقای محمدی عزیز، ابعاد فساد در جمهوری اسلامی خبرهای تازه‌ای منتشر شده. یکی این که در ارتباط با پرونده آقای بابک زنجانی، بیشتر در ارتباط با پرونده مرتضوی هست، صحبت از 4 میلیارد تومانی که بابت یک کارخونه پرداخت شده و بالا کشیده شده 4 میلیارد تومان. من الان نمیدونم واقعا چقدر میشه، چی هست چی نیست، و همینطور خبرهای دیگه بسیار زیاد هست. از اون ورش ما میبینیم که بسیاری از کارگران، از جمله پالی اکریل آخرین هاش هست، حقوق پرداخت نمیشه. بسیاری از مدارس ایران در این فصل سرما وسایل گرم کننده ندارن. بسیاری از کودکان ایرانی در خیابون‌ها می‌خوابن، شب رو به صبح، صبح رو به شب می‌رسونن. بسیاریشون حتی متاسفانه معتاد شدن، گرفتار باندهای قاچاق مواد مخدر، توزیع مواد مخدر و اینها شدن. این عدم عدالت رو شما بدون آگاهی بیت رهبری میدونید؟ تا الان که گزارش رویترز هم میگه 95 میلیارد دلار از پول همین بچه‌هایی که تو خیابون میخوابن در بیت رهبری تمرکز پیدا کرد. آخر اصلا مگر میشود بدون اطلاع آقای خامنه‌ای باشه؟ جناب چلنگی دیگه کوس رسواییشو بر سر هر بازار زدن. وقتی بنده و شما و تمام تلویزیون‌ها و نویسندگان و گزارشگران میدانند و این رو علناً اعلام میکنند، آقای بابک زنجانی همونجاست. ما که نمیگیم که وزارت نفت میگوید فقط وزارت نفت الان 2 میلیارد دلاری که بابت فروش نفت گرفته این رو نیاورده پس بده، به اضافه کسان دیگر. فاضل لاریجانی رو آورد در تلویزیون، در مجلس، در جلسه علنی مجلس آقای احمدی‌نژاد فیلمش رو گذاشت، دیدیم که 3 میلیارد دلار طلب میکرد. وقتی پولها میرود خرج اینجور چیزه، حالا اینه یکی دوتا نیست، شما در اون اختلاس 3 میلیارد دلاری که حالا میگن 3000 میلیارد تومانی، نه اون موقع دلار 3000 تومان بود، 3 میلیارد دلار سه تا از نمایندگان مجلس توش دست داشتن. مگر می شود آقای خامنه ای این گزارش اخیر رو نخونده باشه که آقا 95 میلیارد دلار در اختیار تو، اونم بابت بخشی از پولایی که در اختیار بیت رهبری است مربوط به بنیاد مستضعفان و الا پولای دیگری هم هست. اما شما ساری صحبت از عدالت میکنید، کدوم عدالت؟ عدالتی که میآید
واقعا الان کارگرانی که هستن 4 ماه 5 ماه حقوق نگرفتن یکی دوتا نیستن، یک کارخونه دو کارخونه نیست، هر هفته شاهد اعتراضات هستیم. اعتدالی که می آید این پولها رو بر می داره می داره مثلا به بچه های لبنان، به بچه های حزب‌الله می بره در سوریه خرج میکنه و بعد بچه کارتون خواب خیابانی ایران نان نداره بخوره. اصلا بحث عدالت کردن با اینها بین مورد جناب شلنگ قرار نیست عدالت اجرا کنن، قرار از حکومتشون رو حفظ بکنن. شما نگاه بکنید فقط در مسئله این توافقنامه توانستن 7 میلیارد دلار مجموعاً از پول نفتی که خودشون فروختن به بعضی کشورها که خریدن و این بلوکه شده اونو آزاد بکنن، تازه اونم ریزه ریزه بهشون بدن. شما ببینید وضع به کجا رسوندن و اون وقت این اسمش رو عدالت اگر بگذاریم که واقعا جفا کردیم به عدالت. نه اصلا قرار نیست عدالت اجرا بشه، قرار از حکومتشون رو داشته باشن به هر قیمت، به قیمت کشتار، به قیمت ضرب و شتم، به قیمت خوردن پول مردم. خوب داریم میبینیم تازه آقای بابک زنجانی و مرتضی اینا یکی دوتاشونن، آخه یکی دوتا نیستن اینا، آخه هر نهادی هست. اتفاق همینه که شما اسم آقای بابک زنجانی یا شخص دیگه رو میبریم یا هر که هست، آیا یک نفر منظور، آیا یک شبکه از نفره به همین سادگی هستش که یه نفر میاد میره یه چندین میلیارد دلار معامله میکنه و 2 میلیارد شد در حسابش میذاره یادش میره یا عمدن نمیده، یا اینکه نه یک مجموعه ایست، همونطور که مواد مخدر، مواد مخدر سردرختیش به قول میوه میخرن، این همون زیر کشت از خشخاش معامله میشه در افغانستان چندین میلیارد دلاره تا موقعی که در افغانستان به ایران میرسه تقریبا 2 برابر 25% میشه قیمتش. بله. از ایران رد میشه که به اروپا و جاهای دیگه میره، اونجاها دیگه چه قیمتی داره. بله. خب یک همچین حجمی که نه یه روزه، نه یه ماه، نه یه ساله، پیش از 20 ساله داره انجام میشه. بله. حجم 5 6 میلیارد دلار سالانه مواد مخدری که از ایران رد میشه، این که با قاچاقچی یه لندلول تریاک در جیب که نیستش که، لابد یک قدرت بزرگی در ایران ناظر تسهیل کننده این ترافیک مواد مخدره. بله ببینید قدرت و یه همچین پولایی که شما اشاره میکنیم بنده و جناب عالی و میلیون ها بیننده ما اصلا نمیدونن چند تا صفر داره. نه خیر، مسئله یه نفر دو نفر نیست، یه شبکه دو شبکه. این شبکه چجوری عمل میکنه؟ این شبکه بیت رهبری سپاه پاسداران و بیت رهبری، این مافیایی که هست که گفته میشه، آخه مافیاهای مختلفه. بیت رهبری عوامل خودشو داره، دولت عوامل خودشو داره، دولت کمتر البته، قوه قضاییه داره، بعد وزارت اطلاعات داره، بسیج داره، سپاه داره. اشاره شما فرمودید به مسئله قاچاق. ببینید عرض میکنم وقتی که حالا اینا رو که اعدام میکنن، یک آماری رو 10 سال پیش خود دولت، خود حکومت اعلام کرد که در تهران، فقط در تهران 5 تن تریاک در روز کشیده میشه. ما حساب کردیم که اگر در دیگر استانها که همه جا الحمدلله میکشن 15 تن هم اونجا کشیده بشه میشه روز 20 تن، این یعنی ماهی 600 تن، یعنی 60 تا تریلی 10 تنی میخواد. اینو با بار اولاغ و نمیدونم تو جیب و توی کیسه نمیشه برداشت آورد. و چطور هستش که دستگاه دولتی نمیفهمن و میان مثلا اون کسی که حالا 10 گرم تریاک داشته یا چیز داشته میگیرن اعدام میکنن؟ خواهش اینجا اینه به جای این تازه ویتامین ای بین کودکان ایرانی توزیع میشد، ویتامین های مورد نیاز بچه های، کاش سرپناهی ساخته میشد برای هر بچه های نازنینی که خیابون میخوابن در ولایت فقیه. اصلا هر کدومش یه شبکه قاچاق داره، شبکه قاچاق دارو هست، تریاک هست. و مگر میشود که یا حکومت واقعا اگر اطلاع نداره که خیلی بیعرضه است، اگر اطلاع داره نمی کنه بیعرضه تره و جفاکارتر و ظالمتر، ولی دست تو کاره، تعارف نداره که. مگر میشه شما هر روز دارین
هر روز دارن یه نفر رو اعدام میکنن. در عرض کردم در عرض 100 روز آقای روحانی گفتن 150 نفر اعدام شده، یعنی متوسط هر سه روزی هر دو روزی سه نفر. خب این با پس چرا ریشش کنده نمیشه؟ مسئله جایی دیگه است. شبکه های مختلفی چنگ انداختن به اقتصاد ایران و اقتصاد ایران رو به اینجا رسوندن. آقای لاریجانی همون موقعی که دو سال پیش، همون موقعی که بحث تحریم ها مطرح شد و آقای احمدی نژاد ادعا میکرد که همه دردهای ما از تحریم هاست، گفت نه آقا 20% مربوط به تحریم هاست، 80% مربوط به سوء مدیریته. حالا دولت آقای احمدی نژاد یه جور، اون یکی دولت ها یه جور دیگه، حالا ببینیم که آقای روحانی چه کار خواهد کرد. اما علیرغم این مشکلات، آقای محمدی حمایت از حکومت سوریه همچنان ادامه داره. اون طرف تر میبینیم که همدستی برای حفظ حکومت بشار اسد در جریان است، تا جایی که گفته میشه برخی از مطبوعات عرب زبان نوشتن، از جمله یک روزنامه که در همون لندن هم منتشر میشه، العربی، وابسته به تلویزیون العربی هم نیست، العربی هست اسم روزنامه، که حکومت ریاض گفته تنش صدایی بین ریاض و تهران به شرطیست که دست از حمایت بشار اسد ایران بردار. چه منافعی برای حکومت ایران داره این همه کشتار در سوریه علاوه بر کشتاری که در ایران بوده و وضعیتی هست که میبینیم؟ نه اساسا نظام جمهوری اسلامی سرنوشتش رو گره زده به سرنوشت آقای بشار اسد، و اخیرا و چندی پیش هم که خاطرتون هست آقای طایب میگفت اگر ما خوزستان رو از دست بدیم مهم نیست، سوریه رو از دست دادیم. حالا چه منافعی داره سوریه برای اینکه ما بشیم به هر حال پیش قراول دعوا با اسرائیل، در حالی که خود سوریه سال هاست جولان در اختیار اسرائیل هست، یک تیر به طرف اونا شلیک نکرده. ولی فعلا ما میخوایم اونجا رو نجات بدیم و همش از این بازی ها و از این حادثه آفرینی ها در عراق، در افغانستان، در سوریه. اساسا چیزی که مطرح نیست همین مسئله است که خوب کجاش به نفع ایران، اما عربستان سعودی و دیگر کشورهای غرب عربی، دیگر کشورهای مسلمان منطقه، آقا اونا صلاحشون رو بهتر از ما میدونن. اونها میخواهن که حکومت سوریه نباشد، آقای بشار اسد نباشد. حالا خودشون میدونن کمک میکنن یا نمیکنن. منتها جمهوری اسلامی اومده سرنوشتش رو گره زده به سرنوشت سوریه، که اینم به نظر من جناب چالنگی بسیار خطرناک خواهد بود برای ما. از چه نظر؟ کوتاه اگه بفرمایید. ببینید بالاخره باید جامعه جهانی یک روزی خواهد آمد سراغ سوریه. الان سوریه پایه‌هاش لغو شده. درسته که آمریکا بسیار بسیار ضعیف عمل کرد. آقای اوباما ضعیف عمل کرد. جامعه جهانی ضعیف عمل کرد. فقط موقعی که با بمب شیمیایی مثلا 1400 نفر کشته شدن، اون موقع سر صدا در اومد، در حالی که بیشتر از 110,000 نفر کشته شده بودن اون موقع. ولی بالاخره سراغش خواهند رفت. به این گونه نیستش که رهاش کنن. همین الان میبینیم که پایه‌هاش داره لغو میشه. همین که میرن الان سایت‌های شیمیایی رو جستجو کنن، بعد نیروگاهاش رو از بین ببرن، این ابتدای کاره. و جمهوری اسلامی در این وسط میبینیم که خودش هم وحشت کرده، یه مقداری هم عقب نشینی کرد. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز، با سپاس بسیار. ممنونم از لطفتون. بینندگان عزیز، میتونید دیدن برنامه تفسیر خبر رو به دوستانی که موفق به دیدن پخش نخست برنامه نشدن توصیه کنین. روی وبسایت ایران فردا میتونین مراجعه کنین، آدرسش هست، به دوستانتون بگید. در اونجا آرشیو برنامه است، برنامه خود شما، برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز اورامانات، کوساران البرز
آسماری سهند و سبلان و الوند کو و کوساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. Thank you.